دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که در این روزهای سخت مبارزه با کرونا تونسته باشید زندگی رو به راحتی و سادگی به اصطلاح بگذرونید و هر روز بهتر از دیروز باشه تا این مشکل برطرف بشه و بگذره و بره. این برنامه کانون آوا رو حتما ببینید بعد از برنامه، و دو قسمت هست، یکی مصاحبه با آقای محمد رزاقی و دیگری آقای منصور نظری. صحبت‌های جالبی شد. از دوستان تشکر می‌کنم در برنامه شرکت کردن. از دوستانی هم که الان اینجا هستن، آقای مانی میگه صدا ضعیفه، آقا گلوم درد میکنه، و دکترم هم میگه که در این منطقه ویرجینیا که هستیم به خاطر گل و سبزی و چمن و اینها این سپرینگ آلرژی هست، یعنی حساسیت بهاری. حالا چی؟ آقای سلیمانی هم اینجا هستن، بهشون سلام میکنم. دوستان، هم برنامه ها رو با دوستانتون شیر کنید. یه دوستی گفت به جای شیر کردن بنویسید همرسایی کنید. گفت آقا ولمون کن، من میدونم شیر یعنی چی، آقای سلیمانی هم میدونه، من میدونم شیر یعنی چی، آقای خورسندی هم میدونه. آقای خورسندی، اون ویدیویی که فرستادی کولاک بود، نشون میدم در برنامه. این طرفدارای بله میگه دستگاه را صدایش را زیاد کنید. آقا ما اینجا دستگاه‌های خیلی تکنیکی نداریم و باید فریاد بزنیم. اجازه بده من نگاه کنم، شاید میکروفونی که گذاشتیم اینجا، نه میکروفون هم همین میکروفونی که همیشه بود، فقط یک کم دور بود، حالا آوردمش نزدیکتر. آقای خورسندی، نکنه گوش خودت ضعیف شده؟ طرف برداشت به خانمش گفت که بیا برین دکتر، به نظر من گوشت ضعیفه. رفت اونجا و دکتر آمد معاینه کرد، گفت که خب چیه؟ گفت این خانم من گوشش ضعیفه، من هر چی صدا میزنم جواب نمیده، بعض وقتا به دعوا میکشه. دکتر گفت خب دوتاتون وایسید پشت به هم، این آزمایش. بعد گفت حالا حاج آقا، آقای خورسندی صدا کن. ایشون هم گفت بانو. بعد دکتره شد گفت بس دیگه، بس. شروع کرد نسخه نوشتن، به آقای گفت که این نسخه رو نوشتم، از داروخونه بگیر، از امشب شروع کن این قطره رو بریز تو گوشت. گفت آقا خانم من گوشش نمیشنفه، تو قطره رو به من میدی؟ گفت آقا شما سه بار گفتی بانو. ایشون هم هی گفت بله، شما هستی که نمیشنفی. شما فکر کن آقا خورسندی، من بعد از 20 سال کار کردن تو رادیو تلویزیون ایرانی میام همین الان بگم بله بله سیستم ما خرابه؟ تازه اگه خراب باشه درد سر شما شروع میشه، دست گدایی از آستین سربی بیرون میآید و میگه تو رو خدا بده در راه خدا ما میکروفون بخریم. ما اینجا یه میکسر 4 بنده داشتیم. یادم میاد یه آقای بود به نام آقای ناصر توکلی، یه رادیوی را انداخته بود توی تگزاس، و این میگفت که آقای سوربی من اینجا یه سیستمی دارم 64 تا ترک داره. بهش گفتم والا این ما چیزی که از رادیو شما میشنویم فقط ترکمونه، 64 تا ترک رو برای چی میخوای؟ در هر صورت دوستان عزیز، امروز یک آقایی رو که چندین سال افتخار دوستی و آشنایی با ایشون رو دارم و هر وقت میرم فلوریدا، حتی اگر تو اون شهری هم که میرم نباشن سعی میکنم برم با ماشین بهشون سر بزنم، مهمان برنامه ما هستن، و ایشون کارشون در رابطه با جرم و میکروب و ویروس و اینها هست، و خیلی جالبه. من سالها که از ایشون دعوت میکنم آقا بیاین تو تلویزیونای ایرانی، این همه آقای دکتر میاد دندون پزشک دکتر احمدی میشین راجع به سیاست صحبت میکنی، شما بیا دکتری راجع به دکتری صحبت کن، و فرصتی پیش نیامد تا اینکه الان ایشون به خاطر اینکه دانشگاه تعطیل و در منزل هست و اینها دعوت ما را امروز پذیرفتن. میگه که این تریاک مجاهدین بوده که سری بندت میکنن به رژیم با رژیم، یا این تریک، ببخشید همش حواسمون تو تریاک. دوستان هیچ وقت تریاک کشیدید؟ من یه وقت یادمه بچه بودیم و اون موقعی بود که دولت ایران تریاک های مخوبی هم بس که میداد به اینایی که کوپنی بودن و اینها. بعد عموی ما، پیرترین عمومون
که خدا رحمتش کنه آقای مجید سربی و یه چند تا فامیل دیگه داشتیم، اینا همه ماشاءالله کوپن تریاک داشتن و یکی از مهمونی ها که به اصطلاح یکی از چیزهای مشترکشون این بود که دور هم جمع بشن تریاک بکشن و گویا تریاکشون خیلی زیاد کشیده بودن، تموم شده بود. من و آقای شهاب رو فرستادن که بریم از خونه باباش تریاک که دیروز مثلا کوپن ها رو دریافت کرده و گرفته برداریم بیان. ما در راه که اومدیم خیلی هم باغچه سید عیسی بلدی، ای خوشحال میشم که این اکبری اینجا رو بلد نباشه. باغچه سید عیسی، خونه ما اون موقع باغچه سید عیسی بود، حالا بهت میگم کجا بود. این سراح آسونه و دانشسرا و اینها یک زمین بزرگی روبروش بود که اونجا هم دانشسرای کشاورزی میمد، چغندر میکاشت و لبو و چیزهای دیگه و ما میرفتیم چغندر و لبو و اینها رو میدزدیدیم و همونجا میپختیم و خلاصه ما با این شهاب رفتیم که تریاک بیاریم. حالا از باغچه سید عیسی تا کجا؟ برو دم بی بی دختران شیراز. البته الان اگه برم میگم آقا این انقدر نزدیک بود ما فکر کردیم مثلا سفر قندهاره، ولی خدایش خیلی راه بود. رفتیم و وقتی برگشتیم گویا این آقا شهاب کار هر روزش بوده که یک زبونی به این تریاک بابا میزده. یادم هم نیست کاغذ دورش بود پاره میکردن یا کاغذه اینجوری فشار میدادن میمد بیرون مثل شکلات های چیز. خلاصه به من گفت که میخوای امتحان کنیم؟ گفتم من نمیدونم اصلا. گفت بزن ببین چی میشی. آقا خانم چشمت روز بد نبینه، بی خود نیست که بهش میگن تلخی. این اینجوری زد، ما فکر کردیم دیدی با اینایی که مثلا هر روز فلفل میخورن، شما میری رستوران اون یه قاشق فلفل برمیداره میریزه، شما میگی خب این که چیزی نیست، شما میریزی پدرت میاد پیشتشه، چشمتون روزو بد نبینه. ما نوک زبونمونو زدیم به این تریاک. حالا چند سالمون بود؟ فکر کنم مثلا فکر نمیکنم کلاس پنجم ششم هم بودیم، چهارم پنجم دبستان ها اینجوری بود. خلاصه اولا هرچی فوش بلد بودم به این دادم، بعد این زبون میسوخ. حالا خیابون پیاده اون وقت هم که مثل الان نبود، هر کی یه قدم بخواد راه بره یه بطری آب میگیره دستش، دوتا میبنده به کمرش، دوتا میذاره رو بازوش که حالا از اینجا که میخواد بره فروشگاه و بیاد دیهیدره نش. حالا داره بارون هم میاد، آقا 90% هوا داره آب میریزه رود، چه دیهیدره. در هر صورت پدر صاحب بچه در اومد، اینم از ماجرا. حالا من اینجا این تریک مجاهدین بوده که سریع بندت میکنن به رژیم یا ساواک. من خیلی خوشحالم که تا اونو گفتم یادم افتاد که شما اسم اصلیت چیز دیگه ای هست، انقدر به من لطف داشتید که با وجودی که نمیشناختی منو اینها، همین اعتماد، هم منو دعوت کردی اگه اومدم آلمان بیام به سر بزنم، هم اسم حقیقیت رو نوشتی و اینها. و دیدم که حالا درست امروز شما داری برخلاف مهمونای من صحبت میکنی، ولی نباید خدای نکرده دوستان اتهام بزنن به کسی که چنین چیزی جایز و رایج نیست. خب دوستان عزیز، ساعت 2:23 است. من یک پیام از آقای بهرام خسروی براتون پخش کنم که خودم هم هنوز نشنیدم، ایشون قبل از برنامه این رو گذاشتن. بذارید ببینم، من نتونستم، شاید شما تا شما بله خیلی ممنون. ببینید این خوبی دوستان ما هست، میگه من چون عکسی که گذاشتن آقای اکبری شبیه عکس اون اکبریه که من میشناسم، من اینو گفتم. در صورت ممنونم از اون دوستی که اونو گفت. آقای اکبری عکس خودتو بذار دیگه، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. یا آقای بهایی برای من یه ویدیویی فرستاد، اسم این آقا توی فیسبوک هست بیخیالان بیخیالاتی. آقا این فیسبوک باید اینایی رو که اسمشونو اینا قلابیه واقعا میگن بندازه دور، بگه آقا ما یه جای درست کردیم که طرف بیاد اینجا بگه آقا این کی بود هم کلاسی من، مثلا بگه اسمش سربی بود، بزنه ببینه 20 تا سربی میاد، از عکسا نگاه کنه نزدیکترین قیافه رو پیدا کنه، تازه برای اون وقتی نوشت بگه آقا شما همون اصغر سربی هستی، حالا رفتی آمریکا، چرا شدی پارسا سربی؟
که من بهت بگم آقا اسم رو ما انتخاب نمی کنیم، پدر و مادرمون انتخاب میکنه. بنده از قدیم بزرگتر از هیکلن، مغزن کوچکتر، ولی هیکلن بزرگتر و درشتر از داداشام هستن. اون وقت اسم من اصغره، یعنی کوچولو. آخه وقتی هم میگی کوچولو خنده‌دار میشه. در هر صورت اینجا توی این جریانات خیلی طرف هواداری از ایران و ایران رو چی میگن هومسیک، با آلمانی چی میشه وقتی غربت زده میشی و اینها، این حقای نابکار به من گفت آقا شما که از پارس هستی و آدم به این خوبی هستی اسمتو بذار پارسا. ما هم گذاشتیم رفتیم دادگاه هم اسممون رو عوض کنیم. این آقای چیز وکیل اینجا فرهاد اجرا فرهاد خدایا گفت که این خیلی زحمت داره، خیلی خرج داره، به این سادگی نیست و همه مدارکت رو یکی یکی باید بری بگی اینم دارم اسم. گفت که آقا نخواستیم همین میمونیم. بله میگه بیخیالان چندین عضو داره. خب اینا یه مشکل دیگه است. وقتی یه نفر به نام گروهی میفرسه، ایشون یه ویدیوی فرستاده بود دو تا بچه بهایی، من دلم میسوزه. آقا من فقط در رابطه با بچهای بهایی اینو نمیگم، من فقط در رابطه با بچهای ایرانی اینو نمیگم، من در رابطه با آمریکایی‌ها از همه احمق‌ترن. وقتی بچه‌شون میره کشتی میگیره، خودشون میدونن میرن رو دوشک کشتی طرفو میزنن، بارها دعوای شده. اینو میگم که اینها افراد عقده‌ای هستن که چون خودشون در جوانی نتونستن، وقت نداشتن، پدر مادری نداشتن که برن اون چیزی رو که دلشون میخواد به بچه‌شون زور میگن، میگن تو برو این کارو انجام بده، بعدم هی میشینن این ویدیو رو برای اینو اون میفرستن. و الا اون وقت این احمق برای من جواب داده که بله اینها بهایی هستن و بچه های موفقی هستن، شما ایرانی ها که همه تون معتاد. گفتم اولا تو اینقدر احمقی که در جمع ایرانی ها به ما توهین میکنی، تو تکلیف تو معلوم کن، حالا بعد از جودا و کلیمی ها چشممون به شما روشن. میگن نگید جودا، آقا ما تو شیراز با اینا بزرگ شدیم، محله جودا، محله کلیمی ها جودن، جود بودن، بعدشون میاد برن اسمشون عوض کن. در هر صورت چشممون به شما روشن بعد از جودا که میگن ما قوم چی فرهیخته هستیم، ما نمیدونم چوزن یعنی نژاد بهترین فلانی بیسان. خیلی ها هرچی اینا عقب افتاده ترن، آقا کاری ندارم که انیشتین نمیدونم جود بود و دانشمند بود، ببخشید دیگه قیافه های خودمونی که تو آینه میتونیم ببینیم، مشکلات مرض و ازدواج های خودمون و دزیز که میتونیم تو آینه ببینیم که یا داشته باشیم یا بریم رو اینترنت. این چه قومه که چی بهش میگن اینا باور دارن. در هر صورت آقا جر دعوای بیرون رو نکشیم اینجا، میخواستم پیام آقای خسرو بهرامی رو که خودم هم تا حالا نشنیدم پخش کنم، اگر در رابطه با شما باشه، اگر نه بارها به این دوستان گفتم همون اول بگید که این پیام برای خودته، یه وقتی یه چیزی نگید که خدای نکرده کسی آزرده بشه. عرض کردم آقای سوربی بهرامی هستم از نیویورک، بسیم خبر آخرین کرونا رو بدم خدمت شما، اگه ممکنه اینو پخش کنی. تا به حال الان 15,000 نفر کشته شدن، 700,000 نفر هم دوچار این مریضی هستن، 5,000 نفر هم الان زیر نظر هستن در این آساشگاهی که در سنترال پارک درست کردن و اون کشتی صلیب سرخ. دوستان آقای بهرامی از نیویورک دارن این خبر رو میگن، احتمالاً این آمار مربوط به شهر و مربوط به استان نیویورک، چون فرمانداری نیویورک هم اسم فرمانداریش نیویورک، هم اسم شهرش هست نیویورک، نیویورک نیویورک اصلا داریم. در اصل ممنون و متشکرم. ای کاش آماری میدادید از دنیا، ایران، آمریکا، تا دوستان و من بتونیم یه مقایسه‌ای داشته باشیم و ببینیم که چگونه است. متاسفانه امروز در چند قسمت از آمریکا قراره که دوباره بیزینس ها و اینها باز کنن و همه نگران این هستن که ممکنه یک وضعیت خیلی بدی و غیر قابل کنترل پیش بیاد. اجازه بدین من ساعت 2:29 است تماس بگیرم با دوستمون آقای استوار
و عکس ایشون رو هم بذارم کنار خودم و پلیر سه. بله ایشان. حالا اگه یه روزی باز مهمان برنامه ما شدن، اصلا طرز آشنایی من با ایشون رو براتون توضیح میدم. بعد آقای اکبری نوشته به ابوالفضل عکس چند سال پیش خودمه، خیلی مشروب خورده بودم. والکلا که انقدر ساده و بی‌تعارف حرفت رو میزنی. اجازه بدید من شماره تلفن ایشون رو پیدا کنم، چون ایشون گفت من آمادگی ندارم که از طریق اسکایپ با شما باشم، ولی ما آدمای قانعی هستیم، شما رو حتی با همین چیزم تلفنم قبول داریم. شماره ایشون هست 3. دوستان عزیز، همونجوری که بهتون گفتم با آقای دکتر کوروش استوار هستیم و من سال هاست که ایشون رو میشناسم، افتخار آشنایی باشون، دوستی باشون، و ما ایشون رو دایی جون خطاب میکنیم. ماجراشو براتون میگم چون ایشون دایی یکی از دوستای عزیز من هستن و امروز موفق شدم بعد از سالها، واقعا سالهاست که من از شما دعوت میکنم توی برنامه ها باشید. این رو هم میتونم از کرونا ممنون باشم، ویوا کرونا، که این فرصت رو به ما داد تا شما یه مقداری هم درباره خودتون صحبت کنید که اون قسمت به اصطلاح جرم شناسی و میکروب شناسی و اینها رو چرا توی ایمیل خودتون می‌نویسید جرم دکتر، و یه مقداری ما رو با این شرایط سخت کرونا آشنا کنید. میدونم صحبت‌های زیادی هست که واقعا آدم گیج میشه، و از طرفی چون من در آمریکا زندگی میکنم و یک شارلاتانی به نام ترامپ رو در کاخ سفید داریم که این هر روز میاد یه چیزی میگه و فردای اون روز همه میان برعکسش میگن و میگن این کار اشتباه هست، یه مقداری شما با راهنمایی‌های صحیحتون من و دیگران رو راهنمایی کنید و امیدوار باشیم که به زودی از شر کرونا خلاص بشیم. این شما و این هم تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستیم. سلام توبی جون، خیلی خوشحالم که صدا میشنوم این ویروس کوفتیه، بد چیزیه. اینه که فقط میخواستم اول بگم که شما و تمام بینندگان سفارش من اینه که شما دیسینفکتنت مثل لایستم همین حرفا نخورید. در زمانه یووی لایت که ما بهش میگیم آلتراوایل لایت به بدن جور تاثیر نکنه. این پیشنهادهای بوده که خیلی مزخرفه، نباید بهش گوش بدین و ممکنه از هم میکشن. والا این ویروس سومی جان عجیبه، خیلی عجیب، یعنی بیشتری ویروس رو من 30 ساله که با این میکروب ها و ویروس ها کار میکنم همچیزی ندیدم. بیشتری ویروس ها مثلا شما ویروسی که سرماخوردگی ایجاد میکنه اگه شما سرفه بکنین و عطسه بکنین خب میاد بیرون، میشنه رو میز، میشنه رو دستمار، میشنه رو دست دارینا، برای خب سرمت 4-5 دقیقه این میکروب، این ویروس از بین میره. میکروب نه، میکروب شما این صرفه بکنین ممکن میز دون، دست دون، روستان دون مدت ها بمونه، ولی ویروس وقتی اومد بیرون از بدن شما دنبال یک وجود میگرده که بره تو بدن اون، نمیتونه که این بار باید باشه. ولی همه بیدرن این ویروس عجیبه، یعنی میتونه 3-4 ساعت همطور رو میز دون، رو قلم دون، رو کاغذ دون، رو کلید ماشین دون، همه جا میتونه زندگی کنه. و این بعدش همینه دیگه، با این ویروس رو خیلی خیلی بعد میدونیم و باید خیلی مواظب باشیم به اینکه دستا میتونید دست بشور، دستا بشور با صابون. چه میگن صابون؟ صابون بهتر از
سنم صابون این میکروب یه ماده داره تو چیزی تو استرکتر تو بدنش مثل چربی این ماده بهش میگیم لپید. این لپید خیلی چیزه، یعنی میتونه از بین بره با صابون و با دیسینفکتانت شد کمتر میتونه که از بین بره، نکه فقط نسل با صابون بشوره و تا میتونین از همین واقعا عصب بکنین چی میگن یه دستان بزین اگه رو نهردون رو و هم تو صرفه. یعنی مخواستم بگم به بینندگان عزیزت، مثلا شما صرفه بکنین یا عصب بکنین، این موادی که دهن شما میاد بیرون ممکن توش ویروس باشه، ممکن توش میکروب باشه، سرعت اینا، سرعت این چیز که از شما میاد بیرون در 150 مایل در آره میشون چقدر این اثر داره. معمولا 15-16 نفر که دورور شما هستن به اندازه مثلا دیامتر تقریبا 10 متر مثلا 10 فوت اینا هر کسی نمیگیره اینو فورا. اینه که خب این میشوبه این ویروسه. من همیشه به محصولم تو دانشگاه میگم که شما باید مواظب باشین، چون آخرین ویروس یعنی آتبیک ما داشتیم 1968 بود، بهش میگفتیم که چیز چنیز و کلو خیلی بدی بود و خیلی رو کشت. من دوشین از پیش بینی کرده بودم که همین روزا یه ویروس دیگه میاد که میتونه خیلی از بین ببره. البته بدترینش اون بود که در سال 1917 بود که تقریبا حدود 40-50 میلیون نفر رو کشت. خواسته این بعد به قول اسوان گفتن به قول اسوان هم بعد کفتیه و خیلی باید موازده باشید. خیلی میخواییم بریم بیرون بدون ماسک بیرون نریم، ماسک بزنید رو صورت مثلا بخواییم بریم خواب بار فروشی رم اولا که نریم، تلفن کنید بعدو میارن چی دارم. اگه مجبور شدید بریم شون بخواییم اون چیز که بخواییم بخرین بگیرید، خب ماسک حسابی بزنید و توی گروسری استور اگه کسی مثلا 6 فوت تا 8 فوت نزدیک شما هم به قول اسپانیا درین هم پیشش پا نرسید برون اون وقتن. و اینکه هیچ معلوم نیست، هیچ معلوم نیست که اون کسی خیلی اصلا سوال میشم که این ویروس رو بدنش دارن ولی علائم مریضی توش نیست، مریض نیستن. خیلی ها خیلی ها اصلا اینجوری، برای همین که میگیم ما چیز وایرولوژیست ها میگیم که باید این همه رو تست بکنین، تا تست نکنین این معلوم نمیشه که چند نفر دارن چند نفر ندارن. از لحاظ این که مثلا ما داروی برای این داشته باشیم فعلا هیچ داروی نیست. از این مزخرفات زیاد شنیدیم که اگه این دارو رو بخورین خیلی بهتر میشه رفته افایی، به هیچ کدومش هنوز ثابت نکردن که خوب باشه و انشاءالله دارو خوب مثلا در عرض مثلا 7-8 ماه بیاد بیرون. از لحاظ واکسن هم که اون طول کشد برمه یه ممکن حداقل یه سال دیگه این واکسن درست کنم. خلاصه این میکروب که با ما هست، هیچ کاشتیم مرمزه بخواهم این ویروس هیچ کاشتیم که کرد هستش و باید خب با ما بزرگیم اشاره مثل با واکسن جرا کنیم جراگیری ازش بکنیم. خیلی گفته هی میپرسن که این ویروس از کجا آمده، اصلش چی بوده. والا ویروس ها بیشترش از میکروب هم طور از حیوان ها میان، از حیوان ها میان بعد به قول ما میتونن میوتیت بکنن، اون جنتیک استرکچرشون میتونن عوض بکنن و برن سر وقت چیز سر وقت آدم ها. اینه که ویروس به این کچکی که از مایکروب 0.1 میکرون که کوچیکترم هست میتونه همه را اذیت کنه و همه را بزرد تو خونه که نتونم بیان بیرون رو نتونم برم مال رو هیچ. من تو فلورده هستیم بیچارم، حتی بستن که کسی تو بیچ نره و نزدیک هم دیگه نباشه و همون شما باید جلوگیری کنید که نزدیک هیچ نباشین و حتما ماسک بزنید. حتما شما هیچ کس از روش معلوم نیست که کسی که با شما حرف داره این داره یا نه این ویروس رو.
اینه که بعد میتونید دست رو بشورید. برای اینکه گفتم که شما میرین خرید میکنین، اگر بخواهی برای خرید میکنین برقید من چیز دستکش رو چیز طبیه دستون بکنین، وقت کار تمام شد دستکش رو بنزین کنار، خیلی چیز ارزونی هم میتونین برای بخرید اگر باشه. بله. مثلا که هیچ چیز نیست، هم هیچ سواب نیست، دستکش نیست، ماسک نیست، خیلی کارو خرابه بخوره خیلی. ممنونم از شما آقای دکتر استوار. شما اشاره کردید که اولا با این لهجه زیبای اصفهانی اشاره کردید که بهترین پیشگیری اینه که با صابون بشوریم، چون این ویروس چربه مثل گریس که دستمون رو با صابون میشوریم و اینها. و حالا ممکنه بعضی ها که هنوز نشنیده باشن که ترامپ چه مزخرفاتی گفته در رابطه با توی آفتاب رفتن و مواد ضد عفونی خوردن و اینها، شاید فکر کنن که آقا این آقای استوار چی میگفت، میگه مواد ظرفشویی و نمیدونم مواد ضد عفونی نخورید و فلان اینها. دوستان متاسفانه آمریکا الان به پست‌ترین درجه خودش از لحاظ حکومتی رسیده و اتفاقا یک عکسی رو هم بهتون نشون دادم که وقتی ترامپ صحبت میکنه اونایی که دور و برش هستن دست روی صورت خودشون میذارن و هم از خجالت هم از نگرانی و حتی مجسمه آزادی هم این کار کرده. و اینو من بعدا در قسمتهای دیگه در برنامه خودم هم توضیح میدم. و شما میگید تا زمانی که ویروس به اصطلاح واکسن این ویروس ساخته نشه امیدی نیست و بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در خونه بمونیم، از سوشالایز دوری کنیم، فیزیکال دیستانس، نمیدونم چرا به اشتباه به این میگن سوشال دیستانس، فیزیکال دیستانس رو رعایت کنیم. و ضمن شما گفتید که حتی به اصطلاح کنار دریای فلوریدا هم بسته شده ولی بعضی از شهرها باز کردن. شما مخالفش هست؟ شما موافق با شما میدونی که من عاشق بیچای فلوریدام، بل هم رفتی اومدم فلوریدا زندگی میکنم. بله خب بیچا اگه فقط بزنن که فقط شما راه بریم، برای راه رفتن ها طور نیست، برای اگه بخواییم برین اونجا بیشینین و چند نفر بیان دوربرتون و به قول معروف یه اجاره درست کنن، یه چای درست کنن، از این حرف اینا نه نمیشه. حتی حالا این بیچی تو شهر ما، بیچ لیدو بیچ خیلی قشنگی و شما اونجا بودید. بله این هنوز باز نکردن چون مال شهر سراتوتا است، سیتی آف سراتوتا است، ولی کانتی سراتوتا اون سیست بیچ که یکی بهترین قشنگترین بیچ است اونو با کردن و حتی گفتن که شما میتونید از دوشنبه برید اون سیست بیچ، صندلی به خودتون نمیتونه ببرین که بشینه اون فقط بر راه رفتنه، حتی پارکینگ بیچ هم قدغن کردن. اینه که حالا همه ملت میگن ما چجوری بریم اونجا که نمیتونیم باشه پارک بکنیم. حالا معلومه که با اون خیلی وضع خرابه. آقای دکتر استوار، بعضی ها باور دارن که همون کنار دریا قدم زدن و به اصطلاح هوایی که از روی آب نمکدار میاد این خودش یک چیز خیلی خوبیه. آب نمک و اینها در به اصطلاح بینی شستن، چون میدونید این بیشتر مثل که توی قسمت بینی، توی اون قسمتی که خنک هست زنده میمونه و اینها. نظرتون در اون مورد چیه؟ والا هیچ کسی هنوز این ریسرچ نکرده. میگم این ویروسیه که خیلی تازه است از لحاظ ژنتیک، تازه است و هنوز درست روش ریسرچ نکردن و این ما تقریبا در عرض 7-8 ماه دیگه بیشتر میتونیم این ویروس رو بشناسیم. از لحاظ آب دریا درسته، آب دریا نمک داره و خب خیلی از میکروبا رو میکشه، بعضی از ویروس ها رو ممکنه بکشه، ولی اینکه برید اونجا مثلا اینکه از آب دریا بگیرید تو دماغتون بکنید به عقید من کار خوب نیست و ممکنه که شما میشه باید دیگه تو اونجا باشه تو اون آب درجه نمیدونی چی هست. اینه که باید فقط برین قشنگ راه برین و روز آفتابی و اگر خواستین تو آب برین برای خب یک کاری که نکنین که آب به دماغتون رو به درد و به افاقاره برین که ممکنه میشه باید که به شما اثر کنه. اینه که والا همه خدا میکنم که بیچ شهر برم باز برم
ما بده مقرن را بریم و اگر تو پیش میرین والا من که اگه برم با ماسک میرم اکیش معلوم نیست یکی بیاد ممکن بارا بشتسه آقا سلام چطورین کجای نبودیم از این حرفا میخوام سلام برم کنیم این ماسک باشه اونجا خودشون دور میمونن اگه ماسک نبرین نذارین بعد بیاین جلو اونا اگه شما برین عقب ممکن بهشون بر بخوره شما ماسک بذارین این نشون میده که نه نمیخوایی شما با ایش که حرف بزنید راحت خوب اصلا یه ماه دو ماه راه برین و پاشین بیای خونه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر استوار. بالاخره این تلسم شکسته شد و امیدوارم ما در آینده شما رو بیشتر داشته باشیم. شما خیلی خوش بیان، خیلی بذله‌گو هستید و شخص طنازی هستید. من به دوستی شما افتخار میکنم و قرار بود که حتی برای بهار اینجا سفری داشته باشید. امیدوارم حالا به خاطر کرونا نشد تابستون حتما شما رو ببینیم اینجا. انشاءالله. ممنون و متشکرم. خوشحال شدم که با ما بودید. مرسی. با امید دیدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای دکتر کوروش استوار بودیم که ایشون در فلوریدا زندگی میکنن و شخص بسیار جالبی هستن. آقای سلیمانی عزیز نوشته که انقدر این ترامپ رو مسخره کردند و براش این کارتون و نمیدونم کاریکاتور و اینها رو ساختن که امروز در زمان امضا کردن لایحه 486 میلیاردی گفت که شوخی کرده، گفت وایتکس یا بلیچ که الان معلوم شده یک شرکت بزرگ برای فروش یک نوع از این مواد ضد عفونی کننده هست با او تماس گرفتن. بله، اون لایسل اصلا آگاهی داد، گفت این به هیچ وجه ما اصلا روش می‌نویسیم، این از بچه ها دور نگه دارید، نمیدونم اگه خوردید فوری برید، وقت این احمق. ولی ببینید دوستان، همون جوری که فاجعه ایران 40 سال 41 سال پیش، وقتی که البته آغاز نشد، فاجعه ایران آغاز شده بود از زمانی که نمیدونم بچه 12 ساله میشد پیش پادشاه، از زمانی که بچه 22 ساله دیپلم نگرفته میشه شاه، از زمانی که آدم قلدری که قزاق بوده میشه شاه. فاجعه شروع شده بود ولی این فاجعه ادامه پیدا کرد با اینکه یا آخوند بیاد بشه رهبر، یا آخوند بیاد بشه رئیس جمهور، یا آخوند بیاد بشه نماینده مجلس. فاجعه آمریکا اینه که یه شخص شارلاتان که در هر صورتی که شما بگی من به شما ثابت میکنم که این آخونده. و ای کاش تمام دوستان ایرانی که طرفداری ترامپ رو میکردن از دیشب تا حالا فوری رفته باشن و یک شیشه از این لایسول و یک شیشه از این کلوراکس و اینا رو سر کشیده باشن تا اقلن یا راحت بشیم از دستشون یا تمیز بشن. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. برنامه رو پی میگیریم و بازم تشکر میکنیم از آقای دکتر استوار که با ما بودن. امیدوارم در برنامه‌های آینده هم باشن با راهنمایی‌هاشون. و شما هم اگر کسانی رو میشناسید که حرفی برای گفتن دارن خوشحال میشیم که اونها رو دعوت کنیم. برگردیم به صحبت آقای خسرو بهرامی و اینکه آمار رو میگفتن. ببین آقای بهرامی، آمار گفتن خوبه برای کسایی که میخوان مقایسه کنه. منی که تو ویرجینیا هستم، خب 15,000 تا تو نیویورک مردن. همیشه با خودم فکر میکردم که اوکی، نیویورک یه زمانی قلب تجارت و استاک مارکت و اینها بوده و اینا چون یه جزیره کوچولویی مجبورن اینجوری 100 و چند طبقه بسازن بره بالا و اینا. آقا الان که ماشین و هواپیما و ارتباطات این بعد مسافت رو از بین میبره، چرا بلند نمیشن مردم برن این همه جا تو آمریکا هست اونجاها زندگی کنن، خونه های یه طبقه دو طبقه. حالا میگن اوکی بشینید توی آپارتماناتو، طرف میگه آقا من تو این آپارتمانی که اندازه سوراخ موشه و روزی که اومدم اجاره کردم تمام آرزوم این بوده که این پارک نزدیک برم را برم، حالا که شما پارک بسی بچه هم نمیتونه. طرف با 5 تا بچه، یه کمدیانی هست جف گفر، یه هم چیزی خیلی هم کمدیان قوی هست، چون کمدیان ها مجبور میشن فحاشی کنن تا گفته هاشون جالب بشه، این بدون فحش گفته هاش طنز داره. 5 تا بچه داره،
بعد این بیچاره خانمش یه تومور تو مغزش به اندازه یه گلابی. بعد حالا میگه ما نشستیم توی آپارتمان کوچولو و میگه داریم دیوونه میشیم. خب این مردم به آقا جورج بوش با همه نادانیش سالها پیش، یعنی قبل از اوباما، راجع به این بیماری های اپیدمی و ویروس و اینها گفته بود. آقای بیل گیت سال 2015 تتاک که یکی از مهمترین فرصت هایی هست که به اینا داده میشه، در اون گفته بود. چرا هیچ کس اقدامی نکرد؟ از خود جورج بوش گرفته، از اوباما گرفته، از این نابکار شارلاتان ترامپ گرفته، چرا هیچ کس هیچ کاری نکرده بود تا برسیم به جایی که امروز شایعه باشه تئوری دسیسه که آقای بیل گیت 2015 اونو گفت و بعد رفت دنبال ساختن این ویروس که اینو الان به دولت‌های جهان بگه بهترین کارش اینه که برای هر انسانی که دنیا میاد یه دونه اینقدی قد برنج بذاریم اینجاش و ما بتونیم اینو ترک کنیم یا تریس کردن. الان میگن contact tracing، به زودی این میاد تلفن شما، میری مثلا خاربار عسل، اونجا نشون میده که آقای دکتر فلانی بود، مهندس فلانی بود، خانم فلانی اونجا بود. بعد میاد سوربی مریض میشه، سوربی میره بیمارستان، با اونا تماس میگیرن، میگن شما فلان روز تو فروشگاه بودی، حالا اسم عسل نبریم بنده خدا، خانم مریم خانم اتفاقا پریر چند روز پیش عکساش گذاشته بود که خیلی تمیز بهداشت عسل اون، یا یاسه، نه مریم خانم مال یاسه، مسعود مال عسله. اینجا چند تا فروشگاه ایرانی داریم، از شیراز گرفته، عسل گرفته، یاس گرفته، همشون آدمای زحمتکش. اون فروشگاه مشحسن اینا از صبح تا شب باید کار کنن. یادم میاد خود من سالها پیش وقتی که وضع مالیم هم خیلی خوب بود و اینها، یه دوستی آمد که آقا بیا یه سوپرمارکت شیک بزنیم برای ایرانی ها. این چیه اینا یه سوراخ موش گرفتن؟ گفتم آقا همین سوراخ موش بود که اینجا به ما ماست رو معرفی کرد، انار آورد، الان باغای کانادا کالیفرنیا پر از انار شده و اینها. و گفت بیا بریم. گفتم آقا، گفت کار ساده یه وندرا برات میارم، وندر اینایی که یه چیزی دارن، مثلا اون از میدون برات وسیله میاره، اون یکی از نونوایی برات نون میاره. گفتم آقا اینجوری نیست، اون جوکی بود که میگن چیزو دید کدو رو ندید، این شما اینجوری حساب میکنید. در هر صورت اینا زحمت کشن. برگردیم به اون contact tracing، یعنی شما کجا بودی؟ من مثلا میرم امروز سینما، این طرف با 300 نفری که تو سینما هست این اطلاعات رو جمع میکنه. البته الان میگن ما اطلاعات رو هیچ استفاده نمیکنیم، ولی من به شما همین الان میگم اینا دروغ میگن. همون موقع میفهمه که این سوربی این فیلم رو که رفته، اون فیلم هم رفته، چه تبلیغی براش بفرستیم برای فیلم بعدی. سوربی که اومد اینجا پاپکورن خرید، چه پاپکورن رو براش بفرستیم، تبلیغ و فلان اینا. این تازه اولشه. بماند پیام آقای خسرو بهرامی رو بگم که نیجرزی هم شد 5300 خورده ای و 100,000 نفر هم مبتلا هستن، و اگه براتون امکان داره شما هم خودتون آمار ویرجینیا رو اعلام کنین. یه خبر دیگه هم که میخواستم بگم که 61 میلیون درآمد فدرال مال نیویورک الان استیت 13 بیلیون انبود داره و میخواد اعلام برشکستگی کنه گاورمنت. نه آقا گیج شدم، 61 میلیون بعد 13 بیلیون، اصلا این شماره و اینا رو که میگید، من نه که آدم پولداری نیستم، من از 100 دلاری به بالاتر که رفت. دیدید آمریکایی‌ها بلد نیستن بگن 200 دلار، میگن 200 دلار، مثل زورخونه بود میرسید به 10 دیگه، مثل که بلد نبودن بگن 11، مثل قدیما میگفتن 11 و 12 و 13 و اینا، میرسید به 20 بعد میگه 1 20 و 2 20 و اینا. من چون پول و اینها سر و کار ندارم، هر روزم بدتر میشه کار کردن و با پول کمتر میشه. اتفاقا هفته پیش رفتم دلیور و در راه رفتن باید از پل بزرگ بین مریلند و ویرجینیا رد بشی. این فرماندار مریلند واقعا با وجود که آدم ریپابلیکنیه، جمهورخواهیه، آدم بسیار شریف و خوبیه، و آمده بود تمام این جاهایی رو که خب من برای اون شرکتی که این ماشین رو می بردم
و اون ماشین رو میوردم از این چیزای ایزی پس ندارم. ایزی پس هم یه اشتباهی که کرده، روزی که اینا رو به ما دادن شما پولشو پیش پیش میدی ولی میگی حتما این باید با این تگ. آقا به تو چه مربوط؟ من میخوام سوار ماشین پتیک بشم، من میخوام پول تولشو بدم، بذار من اینو ببرم بهش میگم مال خودتو بذار تو داشبورد. اینا هم دیگه چیزایی که غلط درست شده، ول کنم نیستن عوضش کنن. خلاصه وقتی رفتم گفتم خب من پول نقد میدم، تابلو زده بود نقد اینجا، نقد اینجا، ایزی پس اونجا. اولا تنها استیتیه که میبینم ایزی پسش رو مثلا 3 دلار یا 2 دلار و نیم میگیره به ازای 4 دلار نقده. همه دنیا نقد به شما تخفیف بیشتری میدن چون به اصطلاح مالیات و فلان اینا میشه روش کش برن، ولی تو مریلند میگه شما اگه نقد بدی چون یه نفر ما باید بذاریم اونجا یکم جریمه میشی، 25% ازت میگیریم، حتی بیشتر از 25%، به جای 2.75 ازت میگیریم 4 دلار. ما پولم در آوردیم گذاشتیم، رسیدیم اونجا دیدیم نوشته که اصلا وای نسید، چراغ سبز برید و شما این 4 دلار رو بعدا مثلا یه جای کمک کنید. در هر صورت راجع به این پول و اینا بود. و استیت، مخصوصا استیت شما، اصلا حرف ورشکستگی رو نزده آقای بهرامی. این احمق نادان رئیس مجلس سنا که اصلا قیافش، خودش، اون زنش، آدمای سوء استفاده چی، آدمای فاسد، آدمایی که معاملاتی انجام دادن و اینها، این گفته بود خب استیتا اگه ندارن ورشکست کن، اعلام کنن. حالا ورشکستگی که اعلام میکنن چه جوری میشه، بدهیاشون نمیدن و فلان اینا، وقت میشن مثل ترامپ اون بماند. ولی فرماندار شما یا گاورنر شما با قدرت جلوی این مردک وایساد و گفت اگه قراره ایالتی یا شهری اعلام ورشکستگی کنه، اون شهر و ایالت تو هست. در صورت ممنون و متشکرم. اجازه بدین دنباله این پیامو چون نمیدونم هم راجع به چی هست نداشته باشیم و بریم به اصطلاح دنباله برنامه که یه فیلمی هست از تلفن و سیگار. ولی بذار برم مانی خورسندی این ویدیو رو بهتون نشون بدم که وقتی من میگم ببینید آمریکا افول، میگن به کجا سقوط کرده. اینه آقای مانی خورسندی. ای مانی خورسندی، ببینم اینجا میتونم پیداش کنم. خیلی ممنون. ببینم که آقای مانی خورسندی با وجود که ما اینجا تصویرمونم سیاه هست ولی ایشون لطف کرده و ویدیو رو ما رو با دوستان به اصطلاح شیر کرده. چه ویدیوهایی که روی صفحهش گذاشته، حتما برید نگاه کنید. و من دنبال اون ویدیو میگردم، فکر کنم توی پیامشون ایشون برای من فرستاده بودن. بذارید من این رو بیارم و نشونتون بدم. زمینن امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم. چی شد این ویدیویی که من اینجا نوشتم؟ آها، این خانمه رو ببینید دوستان. این اگر ترامپ در کاخ سفید نبود، این خانمه نمی اومد. میدونم امکانش بود ولی نمی اومد این مزخرفات، این چیزایی رو که واقعا جای خنده نداره، جای گریه داره. همون شعری که میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. شما بیا گوش کن. Of Jacksonville and the beaches being open, because I think there are some things that y'all just do not understand. First of all, we are not talking about Miami. Miami is where y'all got the virus, because down there in Miami you got all them Mexicans and they're drinking all that Corona beer. We do not drink Corona beer here in the city of Jacksonville. We drink Natural Light. Why do we drink Natural Light? Because it's natural and because it's light. And we don't drink it in them fancy bottles. We drink it in aluminum cans. And aluminum cans cannot have the coronavirus because they are not glass. They are aluminum. So that's number one. And number two, y'all don't realize that down here in Jacksonville, it is hot.
I don't mean hot like they're in Minnesota or wherever where y'all think 70 degrees is hot. It's hot like 95 degrees all the time. And the virus cannot live when it is that hot. So that's number two. And we knew that we were going to have to be out in the hot. That's why we bought all that TP, because, see, we are some big people here in Jacksonville because we know how to eat right. So you got to take that TP and you got to put it down in them places where you get all sweaty just to kind of keep everything tight. You know what I mean? So that's jokes on you. That's what all the toilet paper's for. And most importantly, what we got here in them beaches is we got salt. And if you know anything, you know that salt makes everything better. Think about it. Bacon, grits, black-eyed peas, boiled peanuts, what they all got in common? They got salt. Salt fixes everything. So you come out here in that hot, and you drink in your natural light, and you in that salt water, you can't get the virus. So we shouldn't have never had our beaches closed in the first place. So y'all can say everything you want about Florida, but just keep in mind, when you say those things, you are not talking about Jacksonville. You are talking about Miami, where they got all the Mexicans drinking that glass imported Corona beer. Here in Jacksonville, we know what we're doing. We're going to be just fine, so you don't... خب انقدر احمقانه حرف زده که کافی نبوده داره تکرار میکنه. تیپی هم که میگه منظورش تویلت پیپره، یعنی کاغذ توالت. بعد اصلا مزخرفاتی که این میگه به هیچ وجه به اصطلاح از لحاظ علمی، از لحاظ حتی ظاهر درست نیست. و این درست حتما یکی از طرفداران ترامپ، چون ترامپ مثلا دیروز داشت میگفت که تو آفتاب یکی دو ساعت، حالا خود احمقش میره زیر این دستگاه ها میخوابه، به همین خاطر هم اون عینکای چیز رو میزنه که اینجاش میبینید سفیده، مال اونه. و نمیدونم چه مرضی داره که بهش گفتن، مثل اونایی هست که یرقان داشتن تو ایران زیر نور مهتابی میذاشتن و اینها، این هنوز در همون حالتهای نوزادی داره زندگی میکنه. و من دنبال این هستم که یه پتیشن بنویسم برای دکتر فاچی، اون دکتر بریکس و اون دکتر دیگه‌ای که مال CDC هست، و بهشون بگم که شما اینجا میگن انیبلر، یعنی من اگر معتادم، اگر مواد رو از این آقای اسمیت میخرم، اون آقای اسمیت انیبلر، اون فراهم میکنه، کمک میکنه که من این کار رو ادامه بدم. اینا با وایستادن اونجا، به نظر من اینا باید بیان بیرون. این روزام که دیگه احتیاج به CNN و فاکس نیوز، CNN که دیگه اصلا نشون نمیده چیزای اینو، از بس مزخرف گفته، مال اونا رو نشون میده، مال ترامپ رو نشون نمیده. احتیاج به اونا نیست، خودشون میتونن. این سوشال میدیا یک جای بزرگ و قوی شده، یه پلتفرم بزرگیه، و اینا تو این سن و سالای هستن دیگه احتیاج به این حقوقای به اصطلاح اینجا نداره. مثلا آقای فاوچی نه، حوالی 79 سالشه، کسی که عمرش رو توی این قسمت بیولوژی و نمیدونم مبارزه با HIV و اینها گذرونده، اینا باید بیان بیرون و به مردم آگاهی بدن. این نمیشه اونجا وایسی اینجوری کنی. یا اون یکی اومده میگه که آقا این الان شانس آوردیم اول بهار و اینها اومده، موقعی که اون فلوی کوفتی تقریبا ضعیف شده بود، میگه پاییز که میاد این کرونا هنوز شما براش واکسن نداری، هنوز شما تست نکردی همه رو، آنفولانزا میاد. اون وقت خدا میدونه که این آنفولانزا و این کرونا با هم دیگه چه کار خواهند کرد. مردک دیوانه شالاتان میاد میگه که واشنگتن پست حرفای اینو تحریف کرده. مگه همین جوری نیست؟ طرف اومد گفت نه آقا، حرفای منو تعریف نکرده، همین جوری که نوشتن من گفتم الانم میگم. ولی مگه این از رو میره؟ ببخشید اون وقتا میگفتن فلانچی از فلانچی میترسونی، یا اینایی که مثلا خرابن به خودشون رحم. این مردک اصلا هیچ معیاری تو زندگیش نداره. شما نگاه کنید فامیلش، زندگی کثیف. این زنشو پسرش زنشو طلاق داد، و زنه حالا برای ترامپ کار میکنه چون پول اونجاست. اوکی؟ رفته با اون گوینده فاکس نیوز که برای لنگ و پاچهش مینداختنش اون جلو، لنگ و پاچهش هم اول بود جلو دوربین، دهنش هم که از اینجا تا اینجا باز،
با اون دوست شده، سالی 180 هزار دلار به این خانم میده. برای طرف نوشتم آقا شما نگاه کنی این قیمت پراستوتوتا توی لاس وگاس شبی 500 دلار به این خانم میدن که با این عقب افتاده بخوابه. 180 هزار دلار ضرب در 500، یعنی تقسیم بر 500 میشه 360 روز. 5 روزم بره استراحت کنه. دارن به اینا پول میدن، اینا بابت هرزگی، بابت تنفروشی، بابت خودفروشی دارن پول میگیرن. اینم از این ماجرا. دوستان عزیز، اینجا نوشتم که آقای بهرام سرویان یک فیلمی فرستاده بودن، این را هم اینجا پیدا کنم. خیلی ممنون، ایشون هم لطف میکنه چیزای قشنگی میفرستن و اون روز تعریف کرده بودن، گفته بودن من خوشم میاد که تو خیلی پرامپت هستی. پرامپت برعکس ترامپ، یعنی آدمای وقت شناس، آدمایی که سر وقت یه کاری را انجام میدن. و نوشتم خیلی ممنون. بعد ایشون نوشت که من تو را از زمانی که اون آقای شهبازی، حیدرعلی شهبازی که هم محافظ شاه بوده هم معلم کاراته رضا پهلوی بوده و رضا پهلوی حتی بر خلاف وصیت پدرش هم حقوق اینو نداد، هم پسندازشو ازش گرفت، گفت بده من بذارم تو بانک، ورشکست کرد و این آمد گفت که این اینجوری و اینها. و من چندین جلسه با ایشون داشتم، حتی یه بارم آقای بها ابهری به من گفت من حاضرم به اصطلاح به تلویزیون رنگارنگ پول بدم که اون ویدیوها رو بده و ما پخش کنیم یا بذاریم روی دیجیتال. گفتم من اصلا توی این کار دخالت نمی کنم، شما شماره تلفن داور رو دارید، وبسایتشو دارید، فیسبوکشو دارید، با هم دیگه تماس بگیرید و اگر اون خریدی ازش یا به هداد بعد به من بگو چند میگیری اینو برنامه رو پخش کنی و این ما همین کار رو انجام میدیم. در صورت امروز من از یک کسی که چند مدت با هم قهر بودیم و من همیشه حتی اون موقع که اینجا برنامه داشت مخالفش بودم، اون چیزایی که میگفت به نظر من خیلی مسخره و به اصطلاح پیش پا افتاده و انجام ناشدنی بود، توسط آقای فرزاد نیساری به اصطلاح واسطه شده بین من و اینشون، قرار شد با هم باشیم ولی اینها امروز یه جلسه‌ای دارن و نشد. حالا امیدوارم در برنامه‌های آینده. و اولین چیزی رو که من میخوام با ایشون به اصطلاح حل کنم اینه که دوستانی که میان اینجا از اون آقای محیط که ماهیانه پولی رو با چک میفرستاد، دوستان دیگه‌ای که قبل از اجرای برنامه‌شون پولشون رو با پیپال، وسترن یونیون، مانی اوردر، چک، یا اون زاکری نابکار که ما بهش اعتماد کردیم و هی دروغ گفت آقا کشتی من داره میاد، گفتم آقا کشتی تو سرت بخوره، تو می‌خوای 100 دلار 200 دلار بدی من چیکار کشتی شکر دارم، و آخرام معلوم شد که دروغ گفته و اینها. بالاخره آقای که بعدن حالا اگه اومدن باشون صحبت میکنم، ایشون فکر کنم از طریق پیپال پرداخت میکن. پیپال شما میری در قبال چیزی که میخری یا سرویسی که میگیری پول میدی، یا مثل خیلی از دوستان که لطف میکنن و حمایت میکنن در مقابل چیزی که نگرفتن یا چیزی برنامه‌ای که نگاه کردن این کار میکنن. بعد یه دفعه ایشون با من تماس گرفت و آقا اینجوری شده. گفتم خب بله دیگه، مثلا دیروز شما قرار بوده برنامه داشته باشیم، ما نشستیم، حالا شما گفتی من برنامه‌ام عوض شده، یه چیز اینجوری بود. یعنی ببینید این دوستان متوجه نیستن وقتی کانون آوا به من میگه امروز 2 ساعت با شما هستیم. اتفاقا امروز دیدم کانون آوا چقدر قشنگ مدیریت کرده بود، نوشته بود که آقا اینترنت اینها ضعیفه، شما عکساشون هم داشته باش که اگر نتونستید ویدیو ببینید. حالا اگر کلن ارتباط برقرار نشد من نشستم اینجا و باور کنید بارها شده به خاطر 50 دلار 100 دلار برنامه من یه کار 800 900 دلاری 1000 دلاری رو از دست دادم، ولی احترام گذاشتم به اون آقای ایکس و آقای ایگرگ که من به ایشون گفتم من اینجا هستم. حالا ایشون کامپیوترش خراب شده، دیشب عرق خورده، امروز سرش درد میکنه، نمیخواد برنامه بذاره، اون مشکل من نیست. کانون آوا چند بار اتفاق افتاده مشکل ایجاد شده، اینا گفتن خب به جاش برای اون ویدیو پخش کن. ببینید این ساعت من قرار گذاشتم مثل یه ماشینی رو کرایه میکنی میاد جلو خونت وای میسه. حالا شما میتونی سوار این ماشین بشی دور بزنی، میتونی بگی من هنوز حاضر نیستم وایسا، ولی ساعت اون داره کار میکنه، اون عمرش رو تلف کرده برای خدمت به شما.
در صورت این هم صحبت میکنیم که چون یه دوستی نوشته بود که آقا این ور اونورم پشت سر شما این نوشته، گفتم آقا دو حالت داره، یا شما اونو باور میکنی یا باور نمیکنی، و برای من هم هیچ مهم نیست. شما اگه خواستی با من معامله کنی، اگه رفته باشی از اون پرسیده باشی، اون بهت گفته باشه، بعد با من که معامله میکنی اتفاقا بهتر معامله میکنی، بیشتر مواظبی که کلا سر هم نذاری. درست میگم؟ ضمن من 20 سال دارم ببخش 20 سال دارم این کار انجام میدم و از سال 2006 14 ساله به صورت به اصطلاح دست مزد گرفتن یا اجاره دادن وقت و اینها داریم این کار، و با افتخار این کار میکنیم. شما باید بری دنبال اونایی که آقا فلان دکتر میاد میشینه برنامه میذاره، پولش از کجا میگیره، اونا رو بازی سوال ببرین، نه سوربی که قیمتشو زده زنا رو قیمتا رو بتونشون بده. خب کجا بودیم؟ آقای پیدات کنم بهرام. آها، این دوستمون وقتی گفت اینجوری و ما اظهار ارادت و اینها کردیم و تشکر کردیم از ایشون که این همه سال با ما هستن، گفتم که خب هرچی بیشتر آشنایی بدی نزدیکتر میشیم و میدونید که ما یه شعری داریم که از غریبه ها چه بنالم که من هرچی میکشم از خودیه. من که نمیتونم تو خیابون را برم غریبه رو میبینم ازش پول قرض کنم، اگه بخوام پول قرض کنم از بهرام، از مانی، از اکبری، از سعید، از پتیک، از اینا قرض میکنم. بعد بهشون گفتم اگه میتونید حمایت کنید، به شما هم الان میگم که یعنی ازتون میخوام. این میخوام خواستن، خواهش کردن همش یه ریشه داره، میخوام که تلویزیون مردم رو حمایت کنید. حالا ببینیم که اینجا آقا بهرام اون ویدیویی رو که گذاشته بود چی هست، باید من پیداش کنم براتون بذارم. بهرام نوشتم تلفن و سیگارت، باید بیشتر توضیح می‌نوشتم برای خودم، چون خودم هم الان نمیدونم چیه. بله، بعضی از دوستان میان روی فیسبوک، مثلا یه الان آقا یا خانم اومده فقط عکس گل گذاشته اونجا، بعد می‌نویسه سلام خوبی؟ مگه شما دکتری؟ تازه حالا من بنویسم خوب نیستم، شما میخوای برای من چیکار کنی؟ آخ ببینم من میتونم اینو پیدا کنم. قشنگ بیانگونه چطوری بدون کنونی اداره میشه؟ شوگر ری لونر، عجب من این فیلم رو نمیدونم چی بوده. ایشون حتی از من پرسید شما سریال مستر روبات رو نگاه کردی؟ گفتم نه. بذار ببینم شاید این باشه. نه خیلی چیزای قشنگی ایشون میفرسته و میگم من تشکر میکنم. اتفاقا یه ویدیوی فرستادن که یک آقای کمدین تعریف میکنه که وقتی 4 سالش بوده به عنوان مدرسه فرستادنش بره توی یک دیری، توی یک کلیسایی، و میگه در زدم یه در گنده، یک خانم با این لباس سیاه نان اینجا بهش میگن خواهر روحانی در رو باز کرد و بعد به من گفت که نمیدونم بحثاش خیلی قشنگه که خدا رو میشناسی و فلان اینها. بعد گفتم نه. گفت تو خدا رو نمیشناسی؟ گفتم خب نه نمیشناسم. گفت اگه نشناسی میکشد؟ گفتم خب میشناسم. بعد میگفت همون موقع نگاه کردم دیدم این جیزز بدبخت رو کردن بالای صلیب و فکر کردم اگه منم بگم اینم مثل من بوده، اومده اینجا گفته خدا رو نمیشناسم، اینجوری به چیز آویزونش کرده. ببینم این ویدیو چیه، شاید این یکی باشه، بذارید ببینم. عجبا، نه اینم که مال چاینا بود و مادر بردایی که از تلفونا و اینها چی میکنن. خیلی ها حالا برای خودم هم به خیال خودم یادداشت نوشتم که در قسمت مسیج آقای بهرام خان ما این ویدیو رو نشون بدیم. یه ویدیویی هم فرستادن از آقای امینی. آقای امینی میدونید یه مدت استاندار فارس بود و این کسیه که بذارید اینو بهتون نشون بدم. من مخصوصا به عنوان یه شیرازی مدیون هستم به ایشون و من این افتخار رو هم داشتم که دو بار ایشون رو ملاقات کنم و یک بار هم وقتی که برنامه‌ای به عنوان تقدیر و بزرگداشت برای ایشون
انجام داده به اصطلاح برگزار کردن، من MC یا مستر آف سرمونی بودم و به همین دلیل من نتونستم فیلم برداری کنم. فیلم برداری رو بهبهانی انجام داد و متاسفانه میگم وقتی معتادی نمیشه به اطمینان کرد. اون فیلم رو نه به خانواده اونها داد نه به من داد، و وقتی خانواده آقای امینی گفته بودم دونم 2000 دلار 4000 دلار، یعنی مثل باج گرفتن، مثل اخاذی گفته بود، و اونها هم گفته بودن نه دیگه، ما پدر رو داشتیم، ما احتیاج به این فیلم نداریم و پدر ما با این فیلم بزرگ نمیشه. اینو با هم ببینید. کمتر کسی این مرد بزرگ را بشناسد. نصرالله امینی که استاندار بخت شیراز بود، کسی بود که به همراه تعدادی از مردم مرودشت جلوی لودر خلخالی ایستاد و نگذاشت او تخت جمشید را تخریب کند. وی در دوران نخست وزیری مصدق مدتی در دفتر وی مشغول بود و مدتی هم به شهرداری تهران منصوب شد. پس از کودتای 28 مرداد او به عنوان وکیل در کنار دکتر مصدق ایستاد و پس از آن به استانداری فارس منصوب شد. زمانی که خلخالی میخواست با بولدوزر پارسه را تخریب کند، نصرالله امینی در رادیو سراسری استان اعلام کرد خلخالی یا هر کس دیگر باید از روی جنازه من رد شوند تا بتوانند گزندی به تخت جمشید برسانند. او در سال 1388 در بیمارستانی در حومه واشنگتن چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی. مردان بزرگ در ایران و در تاریخ ایران کم نبودن، نیستن و نخواهند بود، ولی متاسفانه ما به موقع از اونها قدردانی نمی کنیم. خیلی خوشحالم. اولا من فکر میکنم که اسم ایشون نصرت الله امینی بوده. حالا پسراش اینجا هستن، دخترشون اینجا هست، 3 تا پسر و 1 دختر، اینایی که من میشناسم از ایشون هست، و به اصطلاح همسرشون اینجا هستن، خیلی هم خانم مهربانی هستن. و باور کنید در 7 دقیقه ما هستن. و یه روزم که من رفتم، محمود امینی لطف کرد و برای ما آبگوش درست کرد، چون من توی یکی از برنامه ها گفته بودم ما آبگوش نمیخوریم مگر اینکه بریم جایی و اینها، گفت بیا خونه من و آبگوش، و این کار رو انجام داد. خیلی ازشون ممنونم. دوستان، در حالی که ترامپ شارلاتان و طرفداران نادانش هر روز فشار میارن که باز کنید، ما خفه شدیم، ما میخوایم کار کنیم، حالا اینا کسایی هستن که معمولا روز معمولیش کار نمیکنن، یه جایی یا دارن از سوء استفاده از دولت میکنن، حقوقای اینجا. آقای نظری، آقای خورسندی باید متاسفانه با شما از قبل قرار داشته باشیم، چون من 3:30 با آقای لادن برنامه دارم و عذر میخوام ازتون، ولی همیشه گفتن که اگه با دوستان از قبل قرار بذاریم خیلی بهتره. من اگه خونه مادرم هم میخوام برم، اگه قبلا زنگ بزنم مطمئنم که خوراک بهتری میخورم، ضمن این که هر خوراکی مادر پخته باشه بهترین بوده و هست. در صورت برگردیم به این، نتونستم اون فیلم رو پیدا کنم و چرا اینجا نوشتم فیلم تلفن و سیگار. آها، همین فیلمی بود که چاینیزا نشون میده تو کشورهای آفریقایی تلفونا رو به اصطلاح ور میدارن، مادر برداش اینا رو عوض میکنن، و نشون میده که توی جایی مثل کمپ همه اینا خوابیدن. بعد میگه اینا حتی اینجا قاچاق سیگار میکنن. و دوستان، این چاینا، من توی متنی هم یه جایی نوشتم که چین 5000 سال تاریخ نوشته شده داره. حالا چند هزار سال اصلا هیستوریش رو یه دفعه بخونیم و یه فیلم نگاه کنیم اینا بمانه. اینا یه مدتی به خاطر همون امپراتوریا و فلان اینها بدبختی کشیدن، ازشون سوء استفاده شده. حالا که قدرت دارن، خب اجازه نمیدن دیگران ازشون سوء استفاده کنن، و رسم روزگار متاسفانه بد شده. هر کی قدرت پیدا میکنه از دیگران سوء استفاده میکنه. دیدم که دوتا از دوستان روی اون ویدیویی که من گذاشتم، اینا با هم دعواشون شده، کلکل میکنن، و اون میگه که این پروپاگانداز، اون میگه که این چیز خلافی نگفته و اینها. و یک ویدیویی هست که توی کانادا یک خانمی در یک جلسه‌ای که من تعجب میکنم این جلسه در کانادا این همه نزدیک و هم توی مجلسی چگونه انجام شده، در وقتی که دارن درباره
کرونا صحبت میکنن، خیلی چیزا اصلا بمبارون میشیم از صبح تا شب با خبرهای زد و نقیض که اصلا آدم یادش میره. در صورت فهمیدم همون فیلم تلفن و سیگارت اونا بوده. آلمان از امروز اکتوبر فست، درسته اکتوبر ولی توی ماه سپتامبره، اکتوبر فست رو به اصطلاح تعطیل کرد. اولین بار بعد از جنگ جهانی که این جشن که میلیون ها مارک اون موقع، میلیون ها نمیدونم یورو میاره، توریست میاره، فلان میاره، اینها اینو بستن به خاطر اینکه آلمان کیا مسئولن؟ یه مش آدمی که فکر میکنن. از کیا کمک میگیرن؟ از ساینتیست ها، از اونایی که علوم و علم و نمیدونم بیولوژیست و اینها هستن، نه مثل ما بیچاره اینجا. دوستان من هنوز منتظرم که یه نفر بنویسه آقا این 340 میلیون آمریکایی چند نفر تا حالا آزمایش شدن، چند نفر فوت شدن، و ایران مقایسه کنیم با ایران 85 میلیونی اگه اشتباه نکنم آخرین سرشماری ها رو معمولا میگن، و کجای کار هستیم که چون هم ایران هم آمریکا دوتاشون به خاطر عدم مدیریت، دوتاشون به خاطر باورهای مذهبی توخالی و بیهوده، مردم رو با تأخیر متوجه این مشکل بزرگ کردن و این فاجعه پیش اومده. و همه حرف ما اینه که وقتی که شطور بود به یک قاز، خر قیمت واقعی ندارد. آقا خانم بزرگ بنویس جلو خودت، بچسبون رو کامپیوترت. اگه ما یه چیزی میگیم که حقیقت داره، مستند هست، معنیش حمایت از دولت ایران نیست، از آخوندان نیست. دوست عزیز من بارها گفتم اگر یه کسی از آخوندان متنفر باشه اون منم، چون آقا من در جوانی شغلمو داشتم، ماشینمو داشتم، خونمو داشتم، شغل و کار و خونه رو ول کردم، با زن و دو تا بچه در به در دو سه تا کشور شدم تا رسیدم اینجا. شما نمیتونی به من بگی که من از آخوندها خوشم میاد. همیشه به آخوندها گفتم لعنت و نفرین بر شما که شما کفندوز دومی شدین، و وقتی شما آمدید مردم که نه، شاه الله یا جرأت کردن اسم کفندوز اولی رو بیارن. و اگر شما آخوندها اینقدر انسان بودید، شرف داشتید، به حرفای خودتون قولای خودتون عمل کرده بودید، اینها خفه شده بودن. مثل همون موقعی که اول ماجرای هجرت و مهاجرت و اینها سالها خفه شده بودن. در هر صورت اینم از این. و بله حتما شما دیدید که ویدیوی یه خبرنگاری رفته یه جایی شاش شطور رو تبلیغ میکنه، بعدم خودش اونجا مینوشه. دوستان یکم فکر کنید، این داروهایی که من و شما میخوریم، یه روز یه دونهشو باز کنید، خب این مال فشار خونه، شما اینو بدون آب بذار رو زبونت تا از اینجا بلندشی بری تو آشپزخونه آب بخوری، ببین چه مزه‌ای میده. شاید از همون تریاکی که شهاب زد به زبون ما بدتر باشه. ریشه محک یا شیرین بیان، ما شیرازی ها خیلی دیده بودیم، طرف های فلکه فرودگاه و جاده بوشهر، اصلا یه جایی بود که ببخشید اصلا یه چیزی شرکت شیرین بیان رو آمده بودن نزدیکش فاحشه خونه درست کرده بودن که اصلا به اسم شیرین بیان اینجوری معرفی شد. اوکی؟ اینو میبرن آلمان، ازش داروهای مختلف میسازن. سالها پیش آقای احمدیان که در کار دارو و داروسازی هست به من گفت سوربی من دارم میرم هندوستان، داریم تحقیق میکنیم در شاش و ادرار، یا شاش یا ادرار گاو، یک موادی هست که اینا وقتی میزنن به پوستشون بدترین زخمهای پوستی رو شفا میده. آقا تو ایران اگه میگه شاش شطور، شما اینقدر تبلیغ نکن. من اگه نشستم 20 دقیقه این شالاتان اینجا میگه برو مواد لیسال، میدونی چیه؟ اصلا همون کلوراکس و اینا بعضی هاشون ما اسم شرکتشون رو یاد گرفتیم به یادتون دوتر آب گرم کنه میگفتیم، اینجا میگن هات وادر چی میگن نمیدونم.
واتر هیتر، بله آب گرم کن. اونجا میگفتیم دئوترم، چون شرکتی که فروخته بود اولی شد دئوترم بوده. کولمن اینجا خودشون میگن چیز، ما بگیم یخدان میگفتیم کولمن، فلاکس چایر و هرچی اسمه ببخش. در هر صورت داشتم چی میگفتم، بله لیسال، حالا هر مواد شیمیایی هست اینو چیزای مختلف داره. یکی از اونها اینه که شما میزنی به دست، دستت تمیز میکنی و همون بود که 4 دلار بود الان شده 80-90 دلار، گیر نمیاد، خیلی ها احتکار کردن، خیلی ها رو گرفتن فلان اینها. اینجا رئیس جمهوره میگه که خب بنوشی چات خوب شدی، شما که مریضی چیزی نداری از دست بدی. بعد اونا وای میسن اونجا، آقا وای نسا اونجا، گورتو گم کن بیا بیرون. این کسی که کسی رو که گذاشته بوده مسئول کنترل واکسن که چه واکسنی خوبه و فلان اینها، طرف وقتی دید این داره تبلیغ قرص های ضد مالاریا میکنه که بعد کاشف به عمل آمد که این و خانواده کثیفش سهامدار این به اصطلاح مالاریا و اینها هستن، این قرص ها هستن، آمد گفت که نه این مالاریا اتفاقا بعضی ها هم داره میکشه، نخورید. چیکار کرد؟ کردش بیرون. دیروز ازش پرسیدن آقا چرا کردش بیرون، میگه کی؟ میگن آقای فلان برایت، اسمش هست ریک برایت. میگه من اصلا نمیشناسم. ببینید این چقدر احمقه. تو اگه نشناسیش تازه بدتره. مثل شاه یادتونه گفت که ما خبر از شکنجه و اینا نداریم، یه جا گفت شکنجه نداریم، یه جا گفت خبر از شکنجه نداریم. مثل احمدی نژاد یادتونه اومد گفت ما گی نداریم. اینا نمیفهمن که آقا وقتی تو بگی من بی خبرم، خود بی خبری یه جرمه. یه چیزی هست تو داستان که میگه فلانی رو اعدام کنید، میگه آقا این نمیدونسته، فلان پادشاه رو میگه این نمیدونسته، میگه به همون دلیل ندانستن اوضاع مملکت اعدامش کنید. خیلی اوضاع خرابه. شما همینجوری سرسری میگیرید یه مردکه دیوانه پریروز اومده بود وایستاده بود اینجوری، مثل اینایی هست که دم مجلس خط وای میسن باباشون مرده اینجوری، و وقت هر که حرف میزنه اونم مثل ما که الان اینجا با صندلی زیرمون میچرخه، هی اینجوری میکنه، هی اینجوری میکنه که کی میشه من بیام پشت این میکروفون حرف بزنم. مردک عاشق میکروفون بودی تا مثل سوربی برو بتمر روزی 2 ساعت ور بزن. چرا آمدی اصلا دنیا رو ریختی به هم؟ البته خیلی از دوستان میگن آقا این نظم جهانی و اینها به این سادگی نیست که شما فکر میکنی جورج بوش و اوباما و نمیدونم این ترامپ شالاتان اینها صدر کار هستن، افراد دیگه هستن که اونها میچرخونن. خب اکتوبر فست رو گفتم که باطل شده، فعلا کنسل شده. تزریق این مواد ضد عفونی یا نوشیدن شاش شطور، آقای شاهین فاتحی دیروز مقاله بسیار زیبا نوشته بود از کاربیت جوشکاری و ترامپ تا من اونجا بهشون جواب دادم و امروز یه ویدیویی رو براشون فرستادم و براشون هم اونجا نوشتم آقا یکی از اشکالات بزرگ من و شما تو این چند سال گذشته این بوده که ما دشمن یا حریف رو دست کم میگیریم. یادمه یه مربی داشتم من، مثل موسیقی که رفتم بزنم چندین آدمای بزرگ استاد من بودن، از آقای لطفی گرفته، آقای داودیان گرفته، شهرام جلالی گرفته، نمیدونم آقای مجد، دکتر مجد گرفته و اینها. تو کار کشتی هم آقای فرجام مربی من بوده، آقای فرخیان مربی من بوده، آقای فرجام بود که زده بود با چاقو یه نفر کشته بود، یکی دیگه بود پور شکیبا اگه اشتباه نکنم، یعنی آقای بودن، و یکی دیگه آقای قشقایی بود که آقای قشقایی یه فامیل دورم با همون داشت. و این آقای قشقایی یه چیزی رو همیشه میگفت، شما رو دوشک حریف رو دست کم نگیر. خیلی حرف جالبی ها. شما میدونی که با قدرتی که داری، با فنهایی که بلدی، این حریف رو شما ضربه میکنی. گفت اگه دست کم بگیریش اونه که تو رو ضربه میکنه. آقای فاتحی دوست عزیز، شما نویسنده پرتوانی هستی، این توانت رو درست استفاده کن ازش. اون مقاله‌ای که شما نوشتید که نمیدونم اتفاقا راجع به همین آب گرم کن‌ها بود که آهنش اینجوری بود و اینها، و قدیما یه قوطی برمی داشتیم کاربیت می‌ریختیم توش اینجوری می‌کردیم که گفتم ما تو ایران تو شیراز آهک می‌ریختیم توی قوطی، آب می‌ریختیم روش، درش می‌بستیم، این آهک فعل انفعالات که انجام شد منفجر می‌شد، خدا می‌دونه چند تا زن حامله بچه‌شون سخت می‌شد، خدا می‌دونه چه کسایی بعداً اصلا بیمار روانی می‌شدن تو اون کوچه به خاطر این مزاحمتی که ما ایجاد می‌کردیم. بعد بهش گفتم آقا به این سادگی نیست. الان شما آمریکا نگاه کن،
بله درسته، این قایقای سپاه پاسداران مثل مگسای هستن که وزوز میکنن، ولی شما که نویسنده هستی باید بدونی پشه چو پر شد بزند پیل را. آمریکا عاجز شده از دست اینا، همین ویز از این ور ویز از اون ور. اتفاقا سوال من از آقای لادن امروز همین در همین رابطه است. آمریکا اعلام کرد میزنیم، آقا اونم اومد گفت تو بزن تو ما هم بزنیم، ما چیزی نداریم از دست بدیم. به این سادگی نیست. پنتاگون الان بهتون ویدیوشو نشون میدم، کجا گذاشتم پیام خسرو بهرامی رو خط بزنم اینجا، دکتر کوروش استوار داشتیم و بله اون چین میگن شیر پیر 5000 ساله و جوانک بازیگوش 250 ساله آمریکا رو میگن. حسن ارشاد امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه داره، برنامه شماره 267 طرفداران ترامپ، ویدیوی آقای مانی خورسندی زنکه روانی اون رو نشون دادم، ویدیوی پنتاگون درباره موشک‌های ایران روی صفحه آقای جمشید قوانلو هست که من ایشون رو به اشتباه میگفتم قوانلو، این آقای جمشید، این قوانلوها یه سریشون کردن، یه سریشون کجایی هن؟ ترکن، یه سریشون هم مال شمالن، ماجرا دارن، اوسانلو، دوانلو، نمیدونم اینا را یه دفعه از یکی از این دوستانی که فامیل خودشون هست این کار رو انجام بده. بعد بذار تا اینجا هستیم راجع به ترامپ احمق گفتیم، بگیم که الان یکی پس از دیگری صفحه های مختلف مینسن برای مبارزه با کرونا وایتکس تزریق نکنید، هشدار سازندگان مواد ضد عفونی کننده. شما اوکی ساعت 3 و نیم شد، بریم با آقای لادن، بعد برمیگردیم دنباله برنامه رو با شما خواهیم بود. اینجوری منم یک نفسی بکشم و مثل شما بشینم و از آقای لادن یاد بگیرم. اینجا بله اندیشکده اینجا 7 days ago بله بسیار عالی اینجا هستیم و آقای لادن رو هم داریم. صدا چطور؟ صدا هم هست قربان. من معمولا با اونایی که برنامه دارم حتی اگر هر هفته برنامه داشته باشم براشون میفرستم که یک ساعت قبل از برنامه اینترنت رو خاموش کنید، یه ویدیوی کوتاه هم بهشون نشون میدم، انقدر از شما و سیستمتون خاطر جمع هستم که این کار رو انجام نمیدم، چون میدونم هم شما خیلی حساس هستید، هم دوستانی که اونجا زحمت میکشن در اندیشکده و هم اون تکنیشن شما خیلی وقت میذارید که کیفیت به اصطلاح بالا باشه. من به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم. شما یک مقاله ای نوشتید که در اون مورد میخوایم صحبت کنیم، اگر لطف کنید یه مقداری خودتون توضیح بدید تا من با این سوالات بیام خدمت شما و باز هم مثل همیشه از شما یاد بگیرم. بفرمایید آقای لاده. سپاسگزارم. درود بر شما، بر بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنانمون. خوشحالم که فرصت داریم گفتگوی داشته باشیم. این هفته گذشته در رابطه با اون مانورهایی که قایق‌های تندروی سپاه می‌دادن و بعد اون ماهواره نظامی که فرستادن بالا و عکس العمل آمریکا که ترامپ گفته بود که بزنین قایق‌ها رو بزنین نابود کنین غرق کنین، من این مقاله رو نوشتم. خیلی ممنون. من هم مقاله رو خوندم و اتفاقا قبل از به اصطلاح بودن با شما آقای دکتر شاهین فاتحی هم یه چیزی نوشته بودن در اون باره من صحبت کردم و سوالی که پیش میاد همین ماجرای هفته پیش نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که قایق‌های سپاه، شما می‌نویسید پاسداران، بعضیا میگن نمیدونم چوبداران یا هر چیزی که دلشون میخواد، قایق‌های سپاه پاسداران ایران در خلیج فارس مانورهای خطرناک و آزاردهنده در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی انجام داده. فرمانده سپاه این ادعای آمریکا را هالیوودی خواند و گفت هر گونه خطای محاسباتی را قاطعانه پاسخ خواهند داد. آیا این موضوع و این تهدیدها را باید جدی تلقی کرد یا این هم
جنگ زرگری هست بین ترامپ و آخوندها. بله ببینین، من فکر کنم خودنمایی و رجزخونیه و فرمانده نیرو دریایی که سرتیپ تنگ سیریه چند جمله گفته، میخوام این جمله برای بیننده ها بخونم. این تو گیومه است، میگه این رجزخونیه به نظر من. موشک های سطحی و در زیر دریای ما که به دست خبرگان نظامی داخلی ساخته شده 700 کیلومتر برد دارن. سرعت شناورهای ما 3 برابر آمریکاست. سپاه شناوری برای حمله هلیکوپتر تولید کرده که 55 متر است و میگه هیچ شناوری وارد منطقه نمی شود مگر اینکه ما از جزئیات آن مطلع باشیم. خب من به عنوان یک ایرانی میهندوز تای دلم و در اعماق وجودم آرزوم اینه که نیروی دریایی کشورم توانه دفاع از ایران رو داشته باشه. ولی مشکل ما با رژیمی دروغگو رجزخان که به خرافات و موهومات باور داره. این ستاره میخوام با هم بازش کنیم. در مورد دروغگویی هممون میدونیم که پایه‌های رژیم فقاهتی روی دروغای خمینی در پاریس گذاشته شد با تبانی و شرکت عده‌ای از روشنفکرا و حضور میلیون‌ها ایرانی که فریاد می‌زدند ما همه سرباز تومین خمینی بنیان شد و با جنگ ایران و عراق جا افتاد و به مردم تحمیل گردید. دروغ بعدی خمینی که همه می‌دونیم، آب و برق شما را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم، ما زندگی معنوی شما رو مرفه میکنیم. خب این بعضی از این حرفا زاییده کمدانی و ناآگاهی خمینی بود و برخیش طبق روال معمول ملاها دروغ، عوام فریبی و روزخونی. مشکل دوم گفتم رجزخانیه. نتیجه رجزخونی های جاهلانه، حرکت‌های غیرعادی و رفتار خصمانه خمینی بلوکه شدن بیش از 11 میلیارد دلار از ثروت‌های ایران و تو آمریکا رقم زد. شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و در زمان‌های مرگ بر این مرگ بر آن، جمهوری اسلامی رو آروم آروم تبدیل به یک رژیم منفور و ایران رو منزوی کرد. بی احترامی به پرچم کشورهای دیگه و تهدید کردن اوضاع کشور رو خطرناک و زندگی مردم رو ناهنجار کرد. متاسفانه این رجزخانی ها 4 دهه ادامه داشته. میرسیم به موهومات و خرافات رژیم. واقعا آدم مشکل داره که از کجا شروع کنه، چون همه چی در اون چارچوبه. اگه خاطرتون باشه امدادهای غیبی در جبهه جنگ، بعد یه مدتی امام 12 و چاه چمکران، بعد رسیدیم به انواع اقسام جلوگیری از وقوع زمین لرزه که میخوام اینو با هم یه مروری بکنیم چون جالبه. میگه زمانی که احتمال وقوع زمین لرزه تو کشورمون داغ شده بود، چون در چند جای دنیا زمین لرزه های شدید شد، چند تن از بزرگان رژیم، آیت الله جنتی که دبیر شورای نگهبان، احمد خاتمی، کاظم صدیقی، اینا تو نماز جمعه در مورد پیشبینی و پیشگیری و مبارزه با زلزله راه حل‌های رژیم رو ارائه دادن. احمد جنتی، حالا اینا توی گیوم است که یعنی حرف خودشون، احمد جنتی میگه این گونه مسائل هیچ قطعیتی ندارد ولی با دعا و توجه به خدا قابل جلوگیری است. با توسل، عبادت، خیرات و توبه میتوان جلوی زلزله را گرفت. احمد خاتمی میگه معصومین میگویند اگر به درگاه خدا انابه کنید، یعنی التماس کنید، زلزله متوقف میشه.
و این خیلی جالبه، میگه ما در قرآن آیه ضد زلزله داریم. آیه 41 از سوره فاتره را بخوانید، خانه بر سرتان خراب نخواهد شد. نمخ میسیم به کاظم صدیقی، میگه بانوانی که ظاهر مناسبی ندارند باعث گسترش زنا در جامعه میشوند که این باعث افزایش زلزله است. بسیاری از بانوان که ظاهر مناسبی ندارند باعث لرزش دلهای جوانان و آلودگی دامن آنها و گسترش زنا در جامعه میشوند، باعث افزایش زلزله است. واقعا. اما میرسیم به کرونا و دیدیم که اون آیت اللهی که نماینده خامنه‌ای در استان قم گفت باید دست به دامن ظریف بشیم چون شفا بخش، خود خامنه‌ای هم گفتش که برای مبارزه با ویروس کرونا باید دعای صحیفه سجادیه رو بخونیم. خب ببینید این باورها ریشه تاریخی داره. من یه پیشنهاد میکنم فرصت کردن بیننده ها برن اینو یه نگاهی بکنن و اون اینه که با این ماجرا آشنا بشین که چگونه حضرت محمد خورشید رو برمیگردونه تا حضرت علی بتونه نمازشو به موقع بخونه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. من اونو خوندم و دیدم که حتی میگه که گفت یکم دیگه بیشتر برو، یکم دیگه مثل به ماشین که دست فرمون میدن. واقعا خنده داره، ولی این خنده تلخ من و شما از گریه غم انگیزتر است. آقای لادن، چهارشنبه صبح دو روز پیش سپاه پاسداران نخستین ماهواره نظامی خود را با موشک ماهواره به اصطلاح ماهواره بر قاصد به فضا پرتاب کرد و در مدار قرار داد. چند ساعت بعد ترامپ اعلام کرد که به نیروی دریایی دستور داده هر قایق تندرو ایرانی که مزاحمتی برای ناوگان آمریکا ایجاد میکنند بزنند و غرق کنند. آیا این آغاز درگیری نظامی است؟ ضمناً من یک ویدیو هم دارم که بعد از و شما نشون میدم که حتی پنتاگون هم اعلام کرده که ما ماهواره های ایران و کشورهای دیگر رو میزنیم. بله بفرم. کاملا درست. این چیز که الان شما ارائه کردیم منو یاد ماجرای لنگر انداختن رزناب موریتس در آبادان میندازه. در حدود 70 سال پیش زمانی که دولت مصدق صنایع نفت و ملی میکنه، انگلیس ایران رو تهدید نظامی میکنه و نیرو میفرسه، از جمله رزناب موریتس که در آبادان لنگر میندازه. مهدی بازرگان از طرف مصدق رئیس هیئت مدیره این شرکت جدید نفت ایرانی میشه و در آبادان کار میکرده. اومده بوده تهران که گزارش کارهاشو بده و طی گزارش یه اشاره میکنه به ناو انگلیسی در آبادان. مصدق میگه که دیشب آقای اعلا وزیر دربار اومد و گفت که شاه نگران است و تمایل دارد، این جمله مال خودشه، تمایل دارد که در مقابل انگلیس کوتاه بیایید. مصدق به بازرگان میگه که من در پاسخ به آقای اعلا ماجرای خورشت قوره و بادمجون در سوئیس رو تعریف کردم. بعد میگه که ما در سوئیس اقامت داشتیم، به خانم گفتم حبس خورشت بادمجون با قوره کردم، ولی الان میدونم قوره نیست. میگه فردا خانم یک خورشت بادمجون با قوره فرابون درست کرد. پرسیدم از کجا قوره آوردین؟ خانم گفت غلام حسین از منزل یکی از همسایه‌ها چیده. مصدق میگه من از این کار پسر کوچکم براشفته شدم و گفتم این پسره را میکشم. غلام حسین از شدت ترس پا به فرار میذاره و مخفی میشه و شامم نمیخوره. و مصدق میگه خانم خیلی ناراحت بود، نمیدونست چیکار کنه. بعد احمد فرزند بزرگترم غلام حسین را صدا میکنه و میگه که درسته که بابا گفت تو رو میکشم، اما نخواهد کشت، فقط حرفشو زده، نترس.
مصدق رو میکنه به وزیر دربار، میگه حالا شما هم از قول من به اعلیحضرت بگویید انگلیس ها کشتی جنگی فرستادن، اما رزناب موریس توپ به آبادان شلیک نخواهد کرد. و ما در رابطه با پرسش آیا این آغاز درگیری نظامی است، از دو حالت خارج نیست: یا یه مانور قدرت نمایی در مقابل پرتاب ماهواره نظامیه و ماجرای خورشت قورست، یا یه حرکتیه که میتونه ما رو به جنگ نزدیک کنه. و یه چیزی رو اینجا باید شک نداشته باشیم، چنانچه ترامپ تصور کنه که جنگ با ایران او رو در انتخابات ریاست جمهوری موفق میکنه، باید مطمئن باشیم که جنگ میشه. هیچ چیزی برای ترامپ جز دوباره انتخاب شدن مهم نیست و ارزش نداره، نه آمریکا، نه مردم آمریکا، نه کشتار صدها هزار انسان بیگناه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. یکم موقعیت اینجوری ترسناک شد و واقعا شما درست میگید، هیچ چیزی برای این مهم نیست به غیر از اینکه دوباره انتخاب بشه و بتونه بیشتر، چون این عاشق اینه که جلو دوربین باشه و جلو مردم. خیلی متاسفم که نرفته تو کار شو و اینها، همون کاری که قبلا میکرد و اونجا میتونست اینو چند برابر و بهتر داشته باشه. اصلا قیافه خودش هم این روزا نگاه کنید، تو برنامه خودم گفتم این اینا که پدرشون فوت شده در مجلس خط وایساده وای میسه، بعد با چیزایی رو که مخالفش هست، و این یه آدمیه که همه عمرش نتونسته تحمل کنه که کسی ازش ایراد بگیره یا انتقاد کنه. پرسش سوم اینه که با در نظر گرفتن بازیگران این ماجرا که رژیم دروغگو و رجزخان ایران هست و این طرف هم ترامپ خودشیفته که تنها دنبال همین دوباره انتخاب شدن است، تکلیف چیست و چه باید کرد؟ جمله معروف. ما در رابطه با ترامپ و تندروهای دستراسی آمریکا کار زیادی از دستمون ساخته نیست، ولی شاید بتونیم دستندرکان رژیم رو سر عقل بیاریم. 14 رجزخانی و مرگ بر این مرگ بران و رفتارهای غیر مسئولانه و خصمانه ایران به این چنین روزی انداخته. در حال حاضر اکثریت بزرگی از مردم ایران گرفتار بیکاری و بیپولی و فقر و درماندگی هستند و نیاز به رهایی و نجات دارند. رژیم مدت هاست که دست پالش بسته است و در تنگناست. میدونیم ارزشی هم برای مردم قائل نیست، ولی پیشنهاد میکنیم که برای حفظ خودش، برای بقای رژیمش تغییر روش بده. اول در رابطه با آمریکا، از مهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی بیاموزه که در یک گفته تلویزیونی در پاسخ پرسشگر که میگه آمریکا دشمن مشترک همه مسلمانان است، چرا شما مانند ایران با آمریکا مبارزه نمی‌کنید؟ پاسخ جالبی میده. میگه آمریکا مثل یک گاو شیرده یه خشمگینه، منتها ما در مالزی پستوناشو چسبیدیم، شما در ایران شاخشو. تغییر دوم در رابطه با مردمه. به جای توسل به زور و خشونت و رفتار وحشیانه و غیر انسانی، از سرنوشت حکومت‌های پیشین عبرت بگیریم. برای مثال مردم در سال 57 شاه رو که در اوج قدرت بود به زیر کشیدن و انداختن بیرون. شما که محتاج و گرفتارین. لازم شاه وقتی از ایران رفت بیرون، در کتابی که نوشته در مورد دادگاه نظامی، در مورد دادگاه انقلاب، میگه که ژنرال ربیعی فرمانده نیروی هوایی در دادگاه گفت ژنرال هویزر شاه را مانند یک موش مرده از ایران بیرون انداخت. آقای خامنه ای باید سر عقل بیایید، تغییر سیاست بدهید، روی ملت ایران سرمایه گذاری کنید، پاسخگوی خواستهای مردم باشید. منتظر نشین که مردم شما را مثل موش مرده بیرون بندازن.
سیاست فرقه‌ایتون رو ایرونی کنید و روش خصمانتون رو مردمی. خواهید دید که مردم ایران تا چه اندازه بزرگوار و بخشنده هست. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. همونجوری که در همه برنامه ها گفتم، آقای لادن اگر دوستان مایل باشید باشون تماس بگیرید از طریق فیسبوک که نشون داده میشه در طی برنامه با صفحه شخصی خودشون، و باز تشکر میکنم از دوستانی که دستن در کار هستن در اندیشکده. خیلی قشنگ یه صفحه ای رو که الان داریم نشون میدیم نشون درست کردن. تماس با ما از ایران، شماره واتساپ، ایمیل اندیشکده، اینستاگرام اندیشکده، تلگرام اندیشکده و همه این راه ها برای تماس باز هست و هیچ عذری موجه نیست. تازه اگر مشکلی هم در ارتباط برقرار کردن بود میتونید با تلویزیون مردم تماس بگیرید و ما ترتیب ارتباط یا ایمیل و اینها رو میدین که بگی این روزا هر کسی با اینترنت داره تماشا میکنه این چیزها رو وارده. آقای لادن من از شما بسیار ممنونم. امیدوارم در این شرایط سخت و مبارزه با کرونا پیروز باشید و سالم باشید و بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. سپاسگزارم. همینطور برای شما بینندگانتون و هممیهنانمون همین آرزو رو دارم. خیلی ممنونم. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم و این هم به اصطلاح راه ارتباط با ایشون که من الان به شما نشون میدم و میتونید ببینید. خیلی ممنون آقا، آخر هفته خوبی داشته باشید. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بازم از آقای مانی خورسندی عذر میخوام، چون میگم من مثلا حتی امروز ساعت 5 رو قرار گذاشته بودم که با دوستان از اروپا صحبتی داشته باشیم که بعد آقای نیساری گفتن چون برنامه رو از قبل به اصطلاح اونها ترتیب دادن و اینها، بهتر این رو به یک وقت دیگه‌ای موکول کنیم و ما هم این کار رو انجام دادیم. منتظریم تا اونها تماس بگیرن و بگن کی و این کار انجام بشود. و اما ما کامپیوترم اومد ولی دست از قلم و کاغذ خودمون ور نمی‌داریم. در رابطه با نوشته آقای شاهین فاتحی و در رابطه با ماجرای این موشک هوا کردن ایران و اینها، و خیلی جالب آقای لادن گفت که آخوندا شاه در زمانی که پول به این ور اونورم میداد و قدرت داشت و همه اینا هم دور و برش بودن، به قول خودشون مثل موش آمدن دم بشه گرفتن انداختن بیرون. بدبختا به خودتون بیاین، با مردم باشید. چیزی رو که بارها به رضا شاه گفته بودن، به محمد رضا شاه گفته بودن، احتمالاً افرادی هستن به شما میگن، بیاین با مردم و صحبت کنید، بهشون صادقانه بگید که اشتباه کردید، میرید کنار، افراد با صلاحیت میان، انتخابات درست و اقلن جونتون رو از این ماجرا سالم به در ببرید. خب بله، آقای جرم دکتر رو هم داشتیم. دوستان برنامه آقای ارشاد امروز ساعت 4 شماره 267، یعنی ایشون 267 به اضافه چند هفته که وقتی ماه رمضان هست مشکلی پیش میاد، ایام عید هست، مسافرتی باشه، ایشون برنامه اجرا نکرده، 267 جلسه رو یا هفته رو ایشون برنامه گذاشته، تحقیق میکنه، مطالعه میکنه، حاصل اون به اصطلاح آموخته های خودش رو میاد، نظرش رو میگه. شما هم آزاد هستین نظرتون رو درباره ویدیوهای ایشون بگید. ولی بریم ویدیوی پنتاگون رو که اتفاقا گفتم همین آقای جمشید قوانلو که گفته بودن میرن ولی بعد میتونن ویدیو رو از چیز تماشا کنن. بریم پیدا کنیم. امروز اینجا یه کمی من یه برنامه دیگه اضافه کرده بودم، اون یکم کار ما رو از لحاظ تکنیکی مشکل کرده و اون برنامه هست به نام لولا تیوی. این لولا تیوی شما از یه جا پخش میکنی، اون چند جا براتون میفرسه. من این ویدیو رو به شما نشون میدم، متاسفانه
دوستان تاریخ و اینها رو نمی نویسن. ویدیو به نظر من یک کمی قدیمی میاد، ولی خب دیدید که بعض وقتا این پنتاگون و اینها خیلی از لحاظ چیز کارشون درست نیست. و ببینید این کیفیت این ویدیو و تصویر رو هم بدم به کامرای دو برای شماها، سلکت اریا، و ببینیم این آقا چی میگه. و باز برمیگردیم به حریفتون رو یا دشمنتون رو دست کم نگیرید. او اینا رفت روی ثانیه دیوانه شده، میپره این و میپره اون. بفرمایید. Everybody around the world should know that we watch every rocket and missile that comes off the face of the earth, and we track it and characterize it very precisely. So we did that with their most recent Iranian launch. I won't tell you exactly what the intelligence says, because that's classified information, but what I can tell you is it went a very long way. And if you have a missile that goes a very long way, and whether it works or not and puts a satellite in space or not, I won't go into those details, but it went a very long way, which means it has the ability, once again, to threaten their neighbors, our allies, and we want to make sure that they can never threaten the United States. حالا دوستان اینجا بشینن هی بگن اینا آفتابه هوا میکنن، اینا این کارو میکنن، اینا اون کارو میکنن. اجازه بدیم برگردیم به استودیوی جهانی تلویزیون مردم. و در قسمت قبل از برنامه خودم با دو نفر مصاحبه کردم، حتما اون مصاحبه رو ببینید. و جالبه این مجاهدین آمریکایی‌ها یه مسئله دارن، میگن طرف سرش رفته فلان جاش، یعنی انقدر گیجه که سرشو کرده تو سوراخ خودش، نه سوراخ چیا، سوراخ خودش. مجاهدین به نظر میرسه به اونجا رسیدن. آقای فیلابی، آقای پرهام، دیگر دوستان، خودتون شروع کنید از خودتون انتقاد دوستانه کردن و بگید که آقا این چه وضعیه، 40 سال دارید مثل این سگایی که دور خودشون میدوند میخوان دم خودشونو بگیرن. نکنید این کارو. دوستان عزیز، ساعت 3:55 است. من از یکایک شما ممنونم. اگر در قسمت هایی از دنیا مشکل صدا داشتیم از تون عذرخواهی میکنم. الان چند دقیقه پیش دلیلش رو فهمیدم. من یک کاری داشتم با زوم و اونجا یک میکروفون جدیدی استفاده کردم، یعنی یه میکروفون اضافه نصب کردم که ما بتونیم دورتر بشینیم و حالت مهمونی داشته باشه. دیدار عید بود، اوکی؟ و اون ویدیو رو بعد از برنامه این میکروفون رو ببینید، این لاجیتک 910 یا 920، اینو باید بر می داشتم ور نداشتم، قطعش نکردم. و الان احتمالاً فیسبوک بین این دوتا میکروفون گیره، چون اینا هم میکروفونن هم دوربین هستن و شما میتونی گاهی وقتا از دوربین به عنوان دوربین ازشون استفاده کنی، گاهی وقتا به عنوان میکروفون. من الان سالهاست از کنان به عنوان دوربین استفاده میکنم، میکروفونش رو استفاده نمیکنم، چون 1-2-3-4 فوته، هوا، صدای هوا میاد داخلش، صدای کامپیوتر ممکنه بیاد داخلش. همون اشکالی که میبینید بعض برنامه های تلویزیون وقتی مهمون دارن وور 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 صدای اون پنکه لپتاپشون میاد. و سالهاست که از یک لاجیتک استفاده میکنم به عنوان میکروفون، و این میکروفون اینجاست، هند ریچ، در دست رس که میگن، یعنی دستتو که دراز میکنی میرسه. یه جوک براتون بگم، این خانومه که همیشه هم شال گردن میپوشه آمده میگه خب اونجایی که میخوان واز کنن احتمالا یه جورایی هم میدونن چجوری مو طرفو کوتاه کنن بدونی که نزدیکتر از 6 فوت بشن. این کمدین ها دیشب یه چوبی درست کرده بودن، سرش یه قیچی گذاشته بودن، گفته بودن مثلا آرایشگره از اینجا موهاتونو کوتاه میکنه. اینا خودشونو مسخره کردن. چرا؟ چون اومدن در قسمت ادمنستریشن یا حکومت ترامپ دارن انیبلر اون هستن، یعنی فراهم میکنن وسیله دروغ و اینها رو. بریم برنامه های آقای حسن ارشاد رو ببینیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید. امیدوارم هفته آینده با خبرهای بهتر همه باز هم باشیم.
یک صحبتی دارم با یه نفر که چند مدت نامه ننوشت و وقتی نامه نوشت باور ممکنه شما باور نکنید داستانی بود، میگفت رو سر حضرت محمد خاکستر میریخته اون پیرزن یهودی فلان اینا، وقتی نریخ نگران شده بود و اینها. من نگران این دوست مخالف که چون احمقه فکر میکنه دشمن منه شده بودم و دیروز نامش رو گرفتم، خیلی خوشحالم. هر وقت شما خواستی میتونی مهمون برنامه ما باشی. در این مورد چند دقیقه در برنامه های آینده صحبت میکنم. امیدوارم تا اون زمان تماس بگیری و بفهمی کاری که انجام میدی کار اشتباهیه، چون اگر کسی به خودش باور داره مثل من میاد میشینه جلو دوربین، شماره تلفن دارم، ایمیل دارم، صفحه دارم، آدرس دارم. اگه کسی باور نداره و میدونه کارش خلافه مثل تو قایم میشه، ولی احمق با این کارات داری دی ان ای خودتو میفرسی. یعنی من اگه یه آدم بدی باشم میرم یه جای یه کار خلافی میکنم، دی ان ای تو رو میذارم اونجا. نکنید. برای بت پرستی و شاه پرستی نکنید. حالا شما میگید چرا فکر میکنید این شاه پرسته؟ ندارین کسانی از مجاهدین و از شاه الله یا احمق‌تر. روز روزگارتون خوش، با امید دیدارتون در تلویزیون مردم و در جلساتی که به زودی امیدواریم همه جا برگزار بشه. مرسی که با ما بودید.